رضا امیرخانی، متولد 1352 در تهران، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن قلم ایران، برنده چندین جایزه ادبی و نویسنده مجموعه ای از پرفروشترین کتاب ها در 20 سال اخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و عصر بخیر میگم. من صحبت های آقای آموزگار رو سعی میکنم از اونجایی که قطع شده بود سعی میکنم که ادامه بدم و به نظرم میرسه که اول برنامه باید خوشبختیم رو از این اعلام کنم که در این برنامه ما به یک شاخص توسعه رسیدیم و داریم راجع به یک شاخص توسعه حرف میزنیم، یعنی داریم راجع به سرانه مطالعه و حالا مشکلات پایین بودن او داریم صحبت میکنیم. تقریبا تا چند سال پیش، شاید تا 6 سال پیش یا تا 5 سال پیش، عددی که به عنوان شاخص توسعه برای صنعت نشر ما و در حقیقت صنایع فرهنگی ما، حالا زیر مجموعش صنعت نشر گفته میشد در رسانه های ما، تعدد عناوین و تعداد عناوین بود. این عدد نه تنها یک شاخص توسعه نبود، بلکه اتفاقا بزرگترین عامل در حقیقت گرفتاری صنعت نشر ما بود. یک مقاله رو من حدود فکر میکنم 11 سال پیش نوشته بودم و در اون سال، یعنی حدود مثلا فرض بفرمایید سال 80 شمسی رو با سال 2000 میلادی که تقریبا همسال و در یک عصر بودن مقایسه کرده بودم. در اون زمان در ایران 31,000 عنوان کتاب چاپ شده بود، حالون که در آمریکای شمالی، یعنی کانادا و امریکا، مجموعاً تعداد کتاب‌های چاپ شده فقط 11,000 عنوان بود. یعنی تعداد عناوین کمتر از تعداد کتاب‌هایی بود که در ایران چاپ شده بود. این اصلاً به معنای در حقیقت یک شاخص توسعه نبود، بلکه پراکندگی نشر ما رو نشان میداد، تعداد ناشران غیر حرفه‌ای رو نشون میداد و تعداد کتاب‌های فراوانی رو که واقعاً وارد صنعت نشر نشده بودند اما به عنوان شاخص برای صنعت نشر گفته می‌شدند. فلذا این که ما به عددی به عنوان سرانه مطالعه برسیم به جای تعدد عناوین یک جای خوشبختی داره و به نظرم میاد این رو باید اعلام کرد. این که در این عدد ما چگونه و با چه روش‌هایی میتونیم به این عدد برسیم و چگونه میتونیم این عدد رو به یک معنا برآورد کنیم، کارشناسی کنیم و تخمین بزنیم، راه‌های متفاوتی وجود داره. دوره‌ای که ما انتقال پیدا کردیم از عدد تعدد عناوین به عدد سرانه مطالعه، متأسفانه اعدادی که گفته شد و توسط در حقیقت به یک معنا تریبون‌ها و سخنگاه‌های رسمی دولت گفته شد، اعداد درستی نبود. اعداد تا حدود 76 دقیقه در روز سرانه مطالعه اعلام کردند که با این عدد مسئولان جدید و بعدی و بعدتر ارشاد هر چقدر تلاش کنند هیچ وقت به اون عدد نخواهند رسید. به نظر من اون عدد جزو خطاهای بزرگی بود که به عنوان سرانه مطالعه در کشور ما متاسفانه بهش در حقیقت پرداخته شد. واقعیت امر این هستش که سرانه مطالعه رو با نظرسنجی ما نمیتونیم پیدا کنیم، یا نظرسنجی یکی از ضعیف‌ترین کارهای آماری است برای جایی که آمار متقن‌تر و درست‌تر رو میشود به روش‌های دیگر، یعنی روش‌های منطقی‌تر پیدا کرد. ان شاءالله در فرصت بعدی بهتر. خیلی از شما ممنونم. خیلی متشکرم. من اگر اجازه بدید من 2 تا 5 دقیقه صحبت دارم. یه صحبتم راجع به فرمایشی است که جناب آقای کفاش زودتر شاید از موقع شروع کردن راجع به آموزش پرورش، البته به نظر من وقتش هم همین موقع هست. من اجازه بدید با یه دونه مثال عرضم رو شروع کنم، برای اینکه خدای نکرده به دوستان آموزش پرورش بر نخوره. من یه بار خدمت یکی از مراجع اعزام تقلید بودم. ایشون گفت در دهه 40 من نشستم غوری کردم در تحصیلاتی که در حوزه علمیه انجام میشه. نگاه کردم یک طلبه میتونه وارد حوزه علمیه بشه و بالاترین سطح رو طی کنه، سطوح رو طی کنه، درسای دیگر رو طی کنه، مجتهد از حوزه علمیه خارج بشه. اما ضرورتی نداره که این طلبه یک دور قرآن کریم رو تلاوت کرده باشه وقتی مجتهد شد. من حالا میخوام ابداع احتمال کنم. بگم ما یک بچه دانش آموز، نو آموز رو در سینی تحویل آموزش پرورش میدیم. به عنوان یک کودک بی سواد در پایه پیش دبستانی 13 سال در خدمت آقایون هستش در آموزش پرورش، حالا دولت‌های مختلف. این بچه موفقیت تحصیلی که براش ما ساختیم چیه؟ مثلا نفر اول کنکور، همینه دیگه، ریل فقط به نفر اول کنکور ختم میشه. این دانش آموز میتواند بی سواد وارد بشه، نفر اول کنکور بشه، اما حتی یک کتاب غیر درسی نخونه. اینجاست خطا. این که شما میفرمایید من چه کتابی رو انتخاب کنم، این خطای دومه. شما نباید انتخاب بفرمایید. در آموزش پرورش بهترین کسی که انتخابگر کتاب معلمه. ما یادمون رفته که معلمای ما خودشون میتونن بهترین کتاب‌ها رو انتخاب بکنن. باید نظامی بچینیم که دوباره معلم‌ها جایگاه خودشون رو پیدا کنن. در یک ساختار پژوهشی، در یک هیئت پژوهشی ننشینیم برای همه آموزش پرورش به این بزرگی برای 14 میلیون نفر من و 2 نفر دیگه تصمیم بگیریم. این خطا اینجاست. برای که من اینجا الان میتونم با
آقای دکتر پرویز که به درستی اشاره کردن 4 تا مقتل بگیم اینا برن در تیراژ 1 میلیون چاپ بشن. اما واقعیت اینه اگر ما به تنوع معلم هامون احترام بذاریم و اونها خودشون انتخاب کنن، صنعت نشر اولا در یک روند طبیعی رشد پیدا میکنه. آموزش پرورش ما در حقیقت در ریلی است که به کنکور ختم میشه. من اگر امروز خواسته ای از آموزش پرورش داشته باشم، واقعیت اینه با همه احترامی که قائلم برای آقای وزیر قبلی، آقای وزیر بعدی، بحثم اصلا سیاسی نیست، اصلا نمیرم خدمت این آقایون و ازشون نمیخوام که راجع به کتابخانی کاری بکنن. من میرم سراغ آقایون کمک آموزشی. من میرم میگم مثلا آقای قلمچی، آقای گاج، آیا امکان داره یه جوری یه کاری بکنید وسط این کتاباتون مردم یه کمی هم کتاب بخونن دانش آموزا؟ میرم سراغ اینا، برای اینکه خطه آموزش پرورش ما امروز کمک آموزشی ها هستن. زمانی که من تحصیل میکردم، من افتخار داشتم در مدرسه ای درس خوندم که زیر نظر آموزش پرورش نبود. تنها مدرسه تهران که زیر نظر آموزش پرورش نبود. در اون مدرسه من معلمی داشتم که اومد سر کلاس گفتش که هر کسی یه دونه کتاب بخونه، خلاصه بکنه، 25 صدام نمره بهش میدم. ما 4 5 نفر جمع شدیم در طول 90 روز 80 تا کتاب خوندیم، نمرمون شد 20. و ایشون اومد سر جلسه امتحان برگه‌های ما رو سفید گرفت، گفت برید تو حیاط بازی کنید. من امروز یک کمی باید احساس خسران کنم برای اینکه اجتماعی دوم راهنمایی رو که آقای مشایخی به من درس داد رو نخوندم، ولی از اون ور خیلی خوشحالم 80 تا کتاب خوندم. اون معلم اگه امروز توی آموزش پرورش بشه، اولین کسی که بهش اعتراض میکنه پدر مادرها هستن، بعد بازرس منطقه است، بعد اصلا معلم امروز نمیتونه توی آموزش پرورش بشه، اصلا امروز وجود نداره توی آموزش پرورش معلمی که بتونه بگه این سوال خارج از کتابه. برای اینکه همه بچه‌ها اول میپرسن این سوال کجای کتاب بود. فلزاست در مسیری که فقط به کنکور ختم میشه، به نظر من صحبت از کتابخانی دانش آموزان یه صحبت کاملا دور از دسترسی است. ما باید کاری بکنیم که دانش آموز احساس کنه در حین خواندن کتاب داره یه تعالی پیدا میکنه. و این گرفتاری که آموزش پرورش باید در نظام درسیش باید حل کنه. همه چیز توی آموزش پرورش متمرکزه. همه سیستم متمرکزه. همه مدارس باید یه شیوه تربیتی رو باید به کار بگیرن. در حالی که به گمان من مهمترین موضوع در آموزش پرورش معلمه. کاری کنیم که معلمامون کتابخون بشن. امروز قرار بود از نهاد کتابخانه ها کسی باشه. اگر از نهاد کتابخانه ها بودن، من حتما پیشنهاد میکردم تمام کتابخانه های روستایی رو واگذار کنید به معلم روستا. معلم روستا بهترین کسی است که میتونه در روستا کتابخونه رو جا بندازه. ما دعوت کردیم ولی دوستان نیومدن. من ادامه بدم. ببینید نکته ای که آقای امیرخانی گفتن کاملا درسته. بر ابتدا هم اشاره کردم، نظام تربیتی کنکور محور تو 10 تا علت عدم کتابخونی که ما فشارش میگه اصلش کنکور، یعنی شما دانش آموز رو جوری یاد میدید که مطلقا کتاب نخونه. ببینید نکته بعدی اینه که به نظر من این که بگیم ما نظام توزیع غلطه، گرفتاری داریم، گرانیه، اینا همه آدرس غلط دادنه. ما کتاب خوب نداریم، واقعا کتاب خوب نداریم. کتاب خوب نداریم رو ما داریم به صورت مطلق نمیگیم، صورت نسبی میگیم. 65000 تا کتاب داره منتشر میشه. این 65000 تا حالا بگذاریم، حدود 20000 تا کتابه. واقعا چقدر میارزه؟ تو حیطه ادبیات داستانی ما بعد از انقلاب چند تا کتاب خوب داریم که الان یادمونه، مردم به کار میبرن، دیالوگش اسمشونه، شخصیتشو به یاد دارن. هیچی واقعا نداریم. همه جشنوارا، همه جایزه ادبی هم حالا من از هر طرف میتونم نام ببرم، میگن آقا برکنار در دیگه کتاب خوبم نیست. واقعا که وقتی شما کتاب زیاد چاپ میشه، من خواننده باید عادت کنم به کتابخانی. با همون نکته ای که مشاوری گفتن همه جا کتاب داشته باشم. خب این کتاب فرهنگ کتابخانی یه رفتار دائمه. اگر من امروز یه کتاب خوب باشه بخونم، فردا نباشه، یا اگه برم کتابخونه، میرم تو کتابخونه یه کتاب خوب میبینم، اون کتاب خوبو برمی‌دارم، فردا میرم میبینم دوباره غلطه. من میبینم 200 تا کتاب هست تو هر حوزه. یعنی هر جایی ما الان با حتی کتاب سازی رو برو هستیم، نه کتاب نوشتن. کتاب نوشتن یک عمل فردی است، یک آدمی تکی میشینه کتاب مینویسه. ما الان تو دانشگاه دانشجوهای ما خیلی وقتا خیلی وقت هست فیشار پشت سر هم میذارم میشه کتاب، همین میشه پایان نامه، همین رو مرتبش میکنی میشه مقاله، همین رو میکنی کتاب. چرا خواننده باید چنین چیزی بخونه؟ ببینید اگر که ما سطح فرهنگیمون پایینه، چرا موسیقیمون مشکل نداره؟ چرا فیلم فاخرمون مشکل نداره؟ یعنی فیلم فاخرم دیده میشود ولی فقط تو کتاب مشکل داریم. خب شاید مشکل تو کتاب باشه. یعنی ببینید این نوع حمایت، من میرم کتابخانه عمومی، مسئولین کتابخانه عمومی تصمیم گرفتن که من کتاب عامه پسند بخونم، فرهنگم میاد پایین. لذا همه کتابا رو کردن کتابایی که من باید بخونم، به مصلحت است بخونم، توصیه میشود بخونم. خب منم نمیخونم،
میدونید، یعنی میخوام بگم به جایی که به من واگذار بشود، لذا هر فروشگاهی تو دنیا میری نصفش فیکشن نصفش نان فیکشن، یعنی نصفی از کتابا قصه است، اونم قصه عامه پسنده نه جدی. خب ما اگه قرار باشه بازار چنین چیزی باشه، رویه جای دیگه است. ما داریم تشخیص میدیم، خب خواننده نمیبینه. ببین اتفاقا خیلی وقتا حمایت ها خراب کرده، یعنی شما تعداد کتاب هایی که این جمله دیروز است که آقای مختارپور گفته بودن که بسیاری از کتابایی که ما خریدیم برای کتابخانه عمومی باید خمیر بکنیم، چون ناشر هم که فصل نمیگیره 75 درصد و 90 یه تر درست کردن این که کتاب من که هر کتابی میخواد براتون بیارم. خب همه کتابا شده 95 درصد شده کتاب کمک آموزشی، درسته؟ اینا میشه مشکل کنکور که کتاب هست و کتاب کمک آموزشی. بنابراین مشکل، ببین نظام توزیع من نمیگم مشکل نداره، ولی اگه کتاب خوب تو بازار باشه، من کتاب دارو تو بقالی دیدم، تو داروخونه دیدم، تو روزنامه فروشی هم دیدم، یعنی وقتی خواننده داره، وقتی مخاطب داره، بقیه هم میارم. من اعتقاد دارم نظام توزیع بعد از اینه، یعنی کتاب خوب داشته باشیم. و اتفاقا راه حل کتاب خوب اینه که برعکس، یعنی دقیقاً نکته که میخوانی گفتن اینه که بسیاری از این کسانی که در دستاوردکار نشر کتابا نباید بنویسن، کتاب باید بیاد تو نظام عرضه و تقاضا. کتابی که فروش نداره طبیعتاً نباید تو این سیستم بیاد. یعنی ما صنعت کتابسازیمون و حمایت‌های دولتیمون از کتاب نوشتن به جای حمایتمون از کتاب خوب منتشر شده، باعث شده که ما کتاب بنویسیم. الان می‌خوام کتاب بنویسیم، حمایت می‌کنیم از اینکه به یک آدم سفارش میدیم کتاب بنویسه. طبیعتاً اون آدمم کتاب سفارشی خیلی وقتا مشکل داره. یا اینکه به آدمای خاصی میگیم کتاب ناشر خاصی رو تو هر دولتی یه ناشر خاصی، یعنی یه سری کتاب خاص خریداری شده. خب مخاطب که نمیاد خودشو اسیر سیاست بازی ما بکنه. بنابراین تو این فضا این نظام فرهنگی به جای که قواعد فرهنگ رو داشته باشه، قواعد کتاب رو داشته باشه، قواعد نظام سیاسی رو داره. به نظر من در اینجا مخاطب و خواننده هوشمندانه اعتماد نمیکنه، اگر کتابی پرفروش شد میخواند. لذا مشکل، یعنی مشکل در نبود کتاب خوبه، نبود کتاب خوب نشانه است، یعنی عللی داره که به نظر من اون علت ها اونجا. ببخشید من فقط یه نکته برای اینکه حرفم خیلی تلخ بود یه نکته رو بگم، گفت در تایید فرمایش خودم در تایید عرض. یه نکته رو من فراموش کردم، اون مرجع تقلید در اون سال گفت من رفتم و در جوانی درس تفسیر رو راه انداختم. اون زمان اون درس جزو استحسانیات و ذوقیات حوزه تلقی میشد، اما امروز تقریبا جزو دروس رایج تلقی میشه و کار میکنه. فلذا این که عرض کردم یعنی میشه خیلی کارهای زیادی رو در این زمینه انجام. ادامه فرمایش جناب آقای امیرخانی عزیز، من عرض میکنم که یه نکته رو ایشون قبل از مدرسه به نظرم از ذهن وارکشون رفت که مطرح بکنن. نگاه کنید، خانواده نقش اساسی در امر کتابخانی که نه در هر امری که نهادینه بشه داره. ما در آموزش پرورش در طول این 12 کهشون فرمودن 13 حالا بیشتر بستانی غیر رسمی رو هم فعلا حساب کردن، ما دانش آموز رو از خانواده به رسم پیمانکار تحویل میگیریم چند ساعت، یعنی میشیم پیمانکار امر تعلیم و تربیتش. تعلیم و تربیت بر اساس تفکر شرعی ما، قانونی ما، دینی ما بر عهده خانواده است و خانواده ها نباید این رو رها بکنن. مدعی هم نیستیم که اگر صفتی رو ما در آموزش پرورش ایجاد میکنیم ما ایجاد کردیم، بلکه خانواده ایجاد کرده، ما تثبیتش کردیم، ادامهش دادیم، هدایتش کردیم و نگهش داشتیم. و یا بالعکس اگر نباشه خیلی سخت ما میتونیم ایجادش بکنیم. 5 ساعت 6 ساعت این در طول روز در دست معلم ماست بر اساس یک نظام آموزش رسمی که اشاره هم فرمودن. فلذا نقش خانواده در نهادینه کردن امر کتاب و کتابخانی و مطالعه، ایجاد فرهنگ مطالعه، اصلی ترین نقشی است که از آموزش و پرورش رسمی کشور هم جلوتره. این یه نکته در تکمیل فرمایشون. نکته دومی که من میخوام عرض بکنم، نظام کنکور که درست هم اشاره فرمودن تحمیل بر نظام آموزش پرورش ماست. کنکور برای رفتن دانش آموز بعد از دیپلم به دانشگاهه، یعنی به یه مرحله دیگری خارج از آموزش و پرورش. و ما هم دقیقا نکاتی که عزیزان فرمودن رو مخرب نظام آموزشی میدونیم. الان حتی در حوزه کتابای درسی و کمک درسی، اونایی که کار دوپینگ رو انجام میدن بیشتر فروش دارن تا اونایی که عمق آموزشی به بچه ها میدن. و معمولا کتاب های عمیق آموزشی حتی در عرصه همون آموزش بسیار کم تیراژن، و اونایی که میتونن فن کنکور و تست زنی رو یاد بدن بر اساس نظام غلطی که در اون بخش ما داریم، ناچارم هستیم یعنی در حوزه کنکور تا یک کار جدی تر از اون جایگزین نشه برداشتنش هم خطا ایجاد میکنه. حالا من میخوام عرض بکنم که نظام رسمی آموزش و پرورش
متأثر از ورود به سطح بعدی آموزش است که طبعا کنکور در رابطه با حضور کتاب‌های خدمتتون عرض کنم کمک آموزی که اشاره کردن مؤثره. اما قبول کنن جناب آقای امیرخانی عزیز که خودشون هم پرورده همین نظام آموزش و پرورش هستن، اونان یه چهره پر افتخار در کشور. ما نظام آموزش پرورش غیر رسمی هم از اول انقلاب داریم، امور تربیتی که شهیدان رجایی و با هنر ایجاد کردن، شاعران جوان ما، نویسندگان جوان ما که بسیارش از شاگردان جناب دکتر پرویز هم هستن، اینا از همین نظام آموزش پرورش شما برخواستن، از مسابقات کتابخوانی. شما قبول کنید 4-5 تا از ناشران کودک نوجوان کشور رو امور تربیتی ناشر کرد که خدا رحمت کنه مرحوم صاحب پیام آزادی رو، شما مرحوم علیان رو هر زمان صحبت میکرد میگفت من امور تربیتی آموزش پرورش نشر من رو در حوزه کودک نوجوان نشر کرد. دقت بفرمایید که آموزش و پرورش در نظام غیر رسمی که همین الان هم معلمان، مربیان تربیتی، مدیران مدارس بازار بسیار خوبی برای توسعه کتاب و کتابخانه و خرید کتاب هستن، تو همین نظام آموزش پرورش غیر رسمی که معمولا هم در جهان نظام آموزش پرورش غیر رسمی مؤثرتر از نظام رسمی در درونی کردن ارزش ها هست. ما همین الان سالانه هزاران مسابقات کتابخانی، مسابقات مطالعه تحقیق، نمایشگاه کتاب، ورود کتاب‌های حوزه نشر کودک و نوجوان رو به مدارس داریم. و اگر من گفتم کتاب خوب در بازار نیست، توقعم بالاست. بالاخره کتاب دارن منتشر میکنن، دارن مینویسن عزیزان. ولی کتاب جدید، متن جدید با توجه به نیازهای بچه‌ها که امروز به هر حال درخواست‌ها و مطالباتشون بالاتر رفته، انتظار بیشتری داریم. یعنی آنقدر باید اینا گسترده باشه که ما عرضه بکنیم که هر سلیقه‌ای از دانش آموز و معلم بتونه این کتاب رو دریافت بکنه. نکته بعدی در ارتباط با بحث انتخاب فرمودن، ما نه گزینش میکنیم نه ممیزی. ممیزی کتاب کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. ما بر اساس قانون شورای سامانبخشی منابع آموزشی داریم که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در اون شورا خوشبختانه از صنعت نشر کشور عضون، از نهادها و دستگاه‌های مربوطه در بالاترین دستگاه عضون. ما منابع منتشر شده رو در کشور می‌گیریم، ناشران هم موظفن نمونه‌هاشو برای ما بفرستن و می‌فرستن. اینها رو در پایه‌های مختلف و دوره‌های مختلف جایگزین می‌کنیم و در کتابنامه‌های رشد منتشر می‌کنیم. یعنی در حقیقت آموزش و پرورش یک مرجع تشخیصی برای توزیع کتاب‌های منتشر شده و مجوزدار کشور توی پایه‌های مختلف تحصیلی و جنس و سطح دانش آموزان. این رو ما معرفی می‌کنیم. معلم و مدرسه است که انتخاب می‌کنه، ما براش کتاب انتخاب نمی‌کنیم. او هست که بر اساس این کتابنامه رشد که مرجع در حقیقت قانونی در آموزش پرورش هست، کتاب رو برای مدرسه خودش معرفی به دانش آموز خودش، خلاصه کتاب در کتابخانه، توصیه به خانواده ها انتخاب میکنه. ببخشید من البته توی این بخش نباید دخالت کنم، ولی چون انقدر عددهای مختلف شنیدیم، میخوام همتون یه اظهار نظری هم راجع به این 2 دقیقه تا 76 دقیقه بکنید. بالاخره کدوم درسته؟ 2 تا 76 سی و خورده ای بار تفاوته. عدد درست چیه؟ ما تو پژوهشگاه فرهنگ و ارتباط متعلق به وزارت ارشاد، خب داده ها از اول اینجا بوده. یعنی مرحوم اسدی سال 53 یک کاری انجام داده به اسم ارزش ها و نگرش های ایرانیان رفتارا، بعد بعدن سال 73 بله متعلق به اونجاست. 73 ما سال 73 بله سال 73 ارزش ها و نگرش های ایرانیان رو داریم. سال 79 ارزش ها و نگرش های ایرانیان داریم که دفتر طراح ملی ارشاد انجام داده. سال 83 هم داریم دیگه، انجام نشد تا الان که در حال اجراست. تو سالهای از تو این 4-5 سال اخیر هم شورای فرهنگ عمومی و نهاد کتابخانه عمومی حالا با هم، چون رئیسش یکی بوده، مصرف کالای فرهنگی خانوار رو در آوردن. سوالی که میپرسن تو اونجا اینه که میگن شما در هفته گذشته یا یه جای دیگه در سال گذشته چقدر کتاب خوندید، و ازشون میخواد که بگید که به ساعت و دقیقه بگید. این کتابای اون... غیر درسی آره، کلا نه تفکیک میکنن. یه جایی کتاب غیر درسی است، یه جایی من حتی جدای کتاب غیر درسی اخیراً پی دی اف، تبلت، کتاب الکترونیکی همه اینا رو اونام جز بشه. روزنامه رو میپرسن کتاب درسی بعد جدا جدا قرآن تمام اینا جداست. یعنی تمام اینا جدا جدا پرسیده میشه. جوادی خیلی عزم خواستم فرمایش شما میام، فقط من یه سوال دارم. من امروز میخوام آمار ترافیک تهران رو در بیارم.
میرم نظرسنجی میکنم از مردم. شما هفته گذشته من که معتقدم غلطه. ببینید میرم دوربین ها رو میرم نگاه میکنم. این عدد ببینید یه عدد نظر نشره. ببینید نکتتون رو بگین. یکی دو نکته هستش این وسط. یکی این که مطالعه اینترنتی اگر به معنی خواندن سایت ها باشه نوعی از مطالعه مطبوعات، اگر خواندن ای بوک باشه عین در حقیقت خواندن کتاب رده بندی میشه و ارزیابی میشه. یعنی اگر ای بوک کسی بخونه هیچ فرقی نمیکنه با اینکه پیپر بوک بخونه. این دوتا رو در یک جا رده بندی میکنن. نکته دومی هستش که من فکر میکنم برنامه راجع به کتاب هست و در سرانه مطالعه ما با همه این تفکیک ها البته خیلی همدلیم و به نظرم میاد همه اینا باید انجام بشه، ولی امروز بحثمون کتابه، حالا چه به صورت ای بوک چه به صورت پیپر بوک. نکته که آقای آموزگار گفتن در بعضی از کشورهای اروپایی به دلیل مسائل زبان، به دلیل مسائل زبان و اینکه آمازون دیرتر در حقیقت وارد اون زبان‌ها شد و اون زبان‌ها رو ساپورت کرد، تامین کرد در حقیقت امنیتشون رو به عنوان حقوق مؤلف، کمتر وارد شدن. ولی مثلا در بعضی از کشورهای دیگه هم تا بیش از 50% 40% ایبوک‌ها رسیدن. یعنی به هر صورت چیزیه که دنیا داره بهش نگاه می‌کنه. تا 2016 امریکا میرسه به 50%. بله این حقوق مؤلف خیلی موضوع مهمیه. گفتن که آقای امیرخانی شما که نویسنده مردمی هستید، کارگری که در تامین نان شب خانواده‌اش مانده است چگونه میتواند از شکم زن و بچه‌اش بزند و کتاب بخرد؟ احتمالاً منظورشون گرونی بوده. همتون گفتین گرون نیست ولی مردم به اشتباه فکر میکنن گرونه. اون اول نه؟ نه گرون هست ولی علت نیست. یک کتابخانه ها، یک کتابخانه های عمومی به هر صورت این هزینه داره انجام میشه برای اینکه مردم برن ازش استفاده کنن. دوم اینکه با این همه هزینه کتاب در میان سایر هزینه ها هزینه بسیار پایینیه. یعنی اونها میتونن به جای اینکه مثلا ماهی یک بار فرض بفرمایید یک وعده غذای خاص غیر مقوی رو بخورن، میتونن به جاش یک کتاب اضافه کنن. بله. و نکات دیگه. بله. به نام خدا، من رضا استادی هستم، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه کتاب از خبرگزاری کتاب ایران. یه نکته در صحبت دوستان مطرح شد که کتاب خوب تولید نمیشه. من کاملا این موضوع رو رد میکنم به عنوان فردی که هر روز جریان انتشار کتاب رو دنبال سوال ندارین. بله چرا، من میخواستم من مشخصا از آقای امیرخانی و آقای کفاش سوال داشتم. بله. عرض میکنم که صرفا در زمینه کتابهای هنری در هفته چیزی بیش از 10 عنوان کتاب منتشر میشه که از این 10 عنوان 5 تاش کتابهای خوب هستن. من مشخصا سوالم از آقای کفاش این هست که در خصوص آموزش پرورش که شما اشاره کردید که پیگیر این موضوع هستید که کتابهای خوب رو معرفی کنید، چطور هست که مثلا در آموزش پرورش سیستمی وجود داره برای بردن دانش آموزا به تماشای فیلم‌های سینمایی و مثلا در مورد فیلم مثل اخراجی‌ها اونها رو منظم میبرن این فیلم ها رو ببینن، ولی خب در خصوص کتاب این سختگیری وجود داره. بله. و حالا مشخصا انتشارات مدرسه چه کاری خودش انجام میده که حالا اون توقع برآورده نمیشه. سال دیگه من از آقای امیرخانی هست که فکر میکنید چقدر در واقع نویسندگانی که در برنامه های تلویزیونی به عنوان میهمان دعوت میشن یا مباحثی که مورد اشاره قرار میگیره در برنامه ها که ارتباطی با نویسنده ها داره واقعا جامعیت کاملی رو داره در خصوص نویسنده ها و واقعا چند درصد از جامعه نویسندگان جدی ما در همین حوزه ادبی داستانی تو برنامه ها وجود دارن؟ و آیا آقای امیرخانی به نظر شما آیا نباید خبر انتشار کتاب فیلمنامه های آقای فرهادی که خوب کارگردانی هستن که اسکار گرفتن مثلا در 2 یا 3 بخش خبری اعلام بشه؟ خیلی متشکرم آقای کفاش. آقای امیرخانی، عرض کنم که دبیرخانه شورای سامانبخشی منابع آموزشی که من اشاره کردم مصوبه شورای عالی آموزش پرورش هست، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش پرورش مستقر هست، خیابان ایران شهر زیر پل کریم خان. به طور طبیعی تمامی کتاب ناشران بعد از اینکه منتشر میشه مجلداتی رو برای اون شورا میفرستن، اما خود مؤلفان و ناشران محترم هم میتونن برای پیگیری این کار رو انجام بدن. کتابهایی که واصل میشه در گروه‌های مختلفی که در اونجا بر اساس قانون کارگروه‌های پیش‌بینی شده مورد بررسی قرار می‌گیره و تشخیص میدن کارگروه‌ها که این کتاب اگر برای دانش آموز مفیده برای چه پایه‌ای و اگر برای معلمان برای معلمان کدام گروه آموزشی، و این بلافاصله با خلاصه کتاب و تصویر میاد در کتابنامه‌هایی به نام کتابنامه رشد. این کتابنامه‌ها هم به صورت مکتوب منتشر میشه، در اختیار مدارس قرار میگیره و هم در سایت دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش پرورش درج میشه. معلمان ما چون سوالای دیگه هم دارن حضار. آقای امیرخانی اگه شما هم بفرمایید ممنون میشم. اطلاع رسانی دوستان هم سوالاشون رو تکی بپرسن که برسیم. عرض کنم خدمتتون که مفصل پاسخ حضرت عالی رو در صحبت انتهایی عرض میکنم، اما به گمان من
اولا همین که در هفته کتاب ما تقریبا هیچ نویسنده‌ای رو در تلویزیون ندیدیم و در رسانه ملی ندیدیم و حالا چند تا نویسنده الحمدلله در جمع حاضر هستن، حالا با اشتغالات دیگه مثل ناشر، مثل معاون سابق و و و، این نشون میده که رسانه اصولا با کسی به نام نویسنده مرده بیشتر دوسته تا نویسنده زنده. اما چه تأثیری داره رسانه در تلویزیون در فروش آثار؟ من خیلی خوش اقبال نبودم در برنامه‌های تلویزیون حاضر باشم، ولی یه دونه برنامه خیلی خوب و خیلی در حقیقت مرتب و محترم تلویزیون رو یه بار در شرکت کردم، خیلی هم طولانی بود، سه چهار فکر کنم 3 ساعت یه برنامه زنده رو بودم. برای اینکه آمار فروش کتابم رو خودم رصد می‌کنم، تقریبا توی مدت 15 روز 10% افزایش داشتش فروش کتاب، 10 تا 15%. خیلی ممنون. ما وقتمون تمومه، فقط آقای امیرخانی از مدت‌ها پیش می‌خوان یه مطلبی بگن، ما هی میگیم چش من از ایشون خجالت می‌کشم. خیلی خلاصه بگید آقای امیرخانی. حضور محترم عذرخواهی می‌کنم، اگر اجازه بفرمایید. 30 ثانیه لطفاً. یه دونه جلسه داشتیم در برنامه مناظره برای اینکه آخرش همه بگیم برید کتاب بخونید. کتاب طبق بهترین آمار در کشور ما سالی 2 تا یا 4 تا مردم می‌خونن. ما می‌خوایم بگیم برید اون پنجمیه رو بخونید. برید اون چهارمیه رو بخونید. همه صحبت این برنامه اینه. یعنی اگه هنر کنیم مردم یک کتاب اضافه بخونن، خیلی هنر کردیم. حالا نکته، مردم برید کتاب بخونید. چند تا کتاب داریم؟ 50,000 عنوان کتاب. کدام یکی از این 50,000 تا رو؟ اصل گرفتاری ما این هست که اگر شما در تلویزیون بخواید یک برنامه کتاب راه بندازید، در هر هفته به صورت متوسط باید به 1,000 کتاب باید رسیدگی بکنه. اصل گرفتاری ما این هست که تیم ملی کتابمون روشن نشده. هیچ وقت ما حاضر نیستیم فرمایش آقای استادی، هیچ وقت ما حاضر نیستیم اسم نویسنده و اسم کتاب رو در رسانه ملی بیاریم. با این وضعیت روشنه که مردم کتاب نمیخونه. ما میخوایم یک کتاب به اون 4 تا کتاب اضافه کنیم، بگیم هر کدوممون بگیم اون یه دونه کتاب منظورمون کدومه، نگیم کتاب بخونید. اگه مردم برن توی یه دونه کتاب فروشی یک کتاب بکشن بیرون، 95% احتمال داره که خطا کرده باشن، برای اینکه اینا جزو تیم ملی کتاب نبودن. ما 50,000 عنوان کتاب داریم، تعداد زیادی دارن کتاب می‌نویسن. من اگه مثل مهندسا بخوام یه مدل برای مردم بسازم، میگم که شما فرض کنید ما الان تو هر کوچه‌ای که می‌ریم یه سری بچه و جوون و پیرمرد و پیرزن دارن فوتبال بازی می‌کنن. تلویزیون بعد به کی بپردازه؟ به تیم ملیمون، فقط به تیم ملی یا فوقش لیگ برتر. بعد یه روزی میگیم حالا می‌خوایم تیم ملی انتخاب کنیم، میریم توی استادیوم آزادی 100,000 نفر روی زمین چمنن، هیچ کی جزو تماشاگر نیست. گرفتاری ما اینجاست. ما جرأت نداریم کتاب معرفی کنیم و جرأت نداریم تیم ملیمون رو بشناسیم. آقایون وزارت ارشاد، آقایون مسئول، با هر ملاکومناتی، با هر ملاکومناتی ولو ملاکومنات نادرست، تیم ملی نویسنده هاتون رو مشخص کنید و به مردم نویسنده ها رو معرفی بفرمایید. خیلی